Bonjour tout le monde et bienvenue à Learning with Khaled. J'espère que vous allez سلام بچه ها خوش اومدید به کانال یوتیوب من امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز بریم با هم نحوه سوالی کردن در زبان فرانسه پارت دو رو یاد بگیریم اگه شما ویدیو پارت اول رو ندیدین برین ویدیو پارت رو یک رو نگاه کنید بعد بیانین پارت رو نگاه کنید اگه آماده اید بریم که شروع کنیم در پارت دو ما یاد میگیریم چطوری با استفاده از کلمات پرسشی در زبان فرانسه سوال بپرسیم خب بریم که با کلمات پرسشی بیشتر آشنا بشیم و معنیاشون ببین به تلفظا دقت کنین تکرار کنین که تلفظا رو خوب یاد بگیرین که که کو کوا کو ببینید که و کوا هر دوش به معنی چه هست همون وات انگلیسی میشه چه مثلا براتون مثال میزنم تو فه کوا کار میکنید تو فه کوا چه کار میکنید تو فه کوا تو کوا در مثال اول نگاه بکنید اسکو رو یادتونه که اسکو ما در جلسه قبل اسکو رو یاد گرفتیم اسکو اینجا کو رو به اول اسکو اضافه میکنیم ببینید چون حرف صدا داره دو تا حرف صدا دار او رو حذف میکنیم کسک اینو فقط حفظش کنین کسکو اسکو کسکو کسکو اسکو توفه توفه چی کار میکنید؟ این دوتا یه معنی میدن این جمله با این اینا یه معنی میدن منتها کارایشون در جمله یه خورد متفاوته و معنی یکیه کس که توفه چی کار میکنی؟ توفه کوا چی کار میکنی؟ بعدی کی کی به معنی چه کسی؟ کی لا؟ چه کسی اونجاست؟ کیلا کی ایلا لا؟ چه کسی اونجاست؟ کل 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 چند حالت داره ما اینجا چند حالت یاد میگیریم در این سطح براتون کافیه کل به معنی کدام کل جو ام کل جو ام کل اینم یاد گرفتیم در جلسه قبل که میتونیم جای فاعل و فعل رو عوض کنیم جو به معنی بازیه. جو کل جو ام تی. چه بازی دوست داری کا کا به معنی چه وقت چه زمانی کان تو و او مغازه کان تو و او مغازه کی میری به مغازه کی به مغازه میری کان تو و او مغازه کومون به معنی چطور چگونه گونه و کومو و این یه اصطلاح کومونتیو یعنی حال چطوره کومو تو و کومو تو به معنی چرا چرا همیشه هم اول جمله میاد پخکوه پورکو تو اشته سا پورکو تو اشته سا چرا اینو خریدی پورکو تو اشته سا کمبیا کمبیا چقدر چه مقدار هر دوش معنی میده تو کمبیا دغژان تو کمبیا دغژان تو چقدر پول داری تا کمبیا دغژان او به معنی کجاست کجا توی او تو کجایی توی او خب چند مثال بیشتر براتون میزنم که کاملا براتون جا بیفته توی کی تو کی هستی توی کی توی کی تو کی هستی حالت فرمالش وزت کی ووزت کی شما کی هستی مثلا میتونی اینجا بپرسی کی ات وو Halate khéli formal. Wali kassi in jorji soal ne mi porsé tou zabane franse. Qui est ton docteur? Qui est ton docteur? Docteur to qui est? Est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Chi mi Qu'est-ce que tu veux? Chi mi Tu veux quoi? Tu veux quoi? Chi mi ببینید این دوتا دقیقا یه معنی میدن متا بالا با که پرسیده پایین با کوا کس که تو کوا این یه خورده حالت دوستانه تره کس که کسک توفه. ولی وقتی اینو حالت نرمال اینجوری تلفظ نمی کنن. حالت نرمال میگن کس تو اینو تلفظ نمی کنن کس Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu manges quoi Tu manges quoi Chemichori. Tu manges quoi Tu manges quoi Tchemichori. Qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu manges Tu manges quoi Qu'est-ce que tu manges Yemani Monta. اینجا فقط از کسکوت استفاده کرده اینجا حالت دوستانه تر پرسیده توی مانش کوا کس توی دو مثال بعدی هم دقیقا همینطوره کسکو سه اسکو کسکو کسکو سه سکوا هر دوش یه معنی میده یعنی این چیه کسکو سه سکوا فقط چیزی که فرق کرده طریقه سوال پرسیدنشه وگرنه معنی یکیه این یه خورده دوستانه تره این یه خورده حالت فرمال تر داره کان اسکو تو و او مگازا کان تو و او اینجا مثلا میتونست بپرسه کان تو و او مگازا تو و او یه خورده حالت فرمالتر تر بهش داده وگرنه از لحاظ معنی یه معنی میده کومو وزبخونه لو فرانسه کومو وزبخونه لو فرانسه چطوری فرانسوی یاد میگیری کومو همون معنی چطور میده چطور چونه چطور کومو وزبخونه لو فرانسه پورکوا پورکوا تو فیسا پورکوا تو فیسا پورکوا معنی همون چرا میده تو فسا چرا این کار رو کردی تو ابیت او تو ابیت او کجا زندگی میکنی تو ابیت او تو و او کجا میری تو و او ببینید اینجا مثلا همین رو به یه طریق دیگه پرسیده او اسکو تو و او اسکو تو و او est-ce que tu vas او که یه خورده سالا این ور اون ور داره سوال پرسیدن ولی خب خیلی ساده است شما ها از همین روش های ساده استفاده کنید تو او تو او سکوا که کم کم یه خورده لول زبان فرانسویتون بالا رفت از مدلای های دیگه میتونین استفاده کنید یه چند مثال دیگه براتون بزنیم کومو تو تاپل تو اسمت چیه؟ مثلا امینو میتونست بپرسه تو چپل کومو تو چپل میتونی یه خورده جاهاشو عوض کنیم ولی ساده ترین راه همینه همینو بپرسین کافیه پخوا تو اپخون لفرانسه پخوا تو لفرانسه چرا فرانسوی یاد میگیری؟ تو لی کوا تو لی کوا چه میخونی؟ لی یعنی خوندن تولی کوا کل تویه کلآش چند سال داری توی کلاش آژ یعنی سنو سال کل معنی چند میده معنی کدام میده بستگی به جملهش داره توی کلاش تو چند سال داری این به چند روش هم نوشته میشه یکیش اینجوریه یکیش به این روش یکیش به این روش ولی تلفظ همش همون کله تلفظ هیچ فرقی نمیکنه حالا تو درس بعدی براتون یه درس در مورد این حروف میذارم که کاملا متوجه بشیم تو کل ناسیونالیته توی کل ناسیونالیته کجایی هستی تو ف کل اسپور کل چه ورزشی انجام میدی یه بار دیگه تلفظات توجه کنید کومو تو تپل؟ Pourquoi tu apprends le français? Tu lis quoi? T'as es quel âge? Es quelle nationalité? Tu fais es quel sport? خب دوستان درس امروز هم تمام شد امیدوارم که درس امروز کاملا یاد گرفته باشید فقط لایک like, فالو و سابسکرایب یادتون نره روز خوبی داشته باشید سلام